درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 24 خرداد ماه همراه ما باشید. به دنبال تجمع بیماران هموفیلی مقابل سازمان غذا و دارو در روز گذشته، یک عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران دلیل این تجمع را مخالفت سازمان غذا و دارو با توزیع داروی خارجی مخصوص این بیماری اعلام کرد. یک مقام وزارت راه و شهرسازی از احتکار خانه توسط بانک ها خبر داده است. به گفته بر اساس آمار 3000 ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود 100 خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به 3 بانک بود. پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر داد که وزارت اطلاعات نظام اسلامی از سفر حج مولوی عبدالحمید جلوگیری کرده است. عبدالحمید اسماعیل زهی از 8 مهر و جمعه خونین زاهدان که ده ها شهروند با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند، تا کنون مواضع انتقادی و صریحی را علیه جمهوری اسلامی علی خامنه ای و سیاستهایش اتخاذ کرده است. بامداد امروز چهارشنبه و در 5 روز پیاپی از قطعی آب آشامیدنی در مناطق مختلف تهران، وزیر نیرو مدعی شده در تمام نقاط کمبود آب برطرف شده، اما شهروندان میگویند مشکل قطع آب در مرکز تهران همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها آب معدنی هم در برخی مناطق تهران نایاب شده و قیمت آن افزایش یافته و برخی روایت کردند که به دلیل قطع طولانی مدت آب، امکان استحمام، شستن البسه، ظرف‌ها و استفاده از وسایل خنک کننده غیر ممکن شده است. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز و کرمانشاه در اعتراض به مشکلات معیشتی خود و تورم افسار گسیخته به مانند هفته‌های گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند. پارلمان لبنان در سناریوی تکراری برای 12 بار در انتخاب رئیس جمهوری برای این کشور ناکام ماند. پارلمان لبنان در 11 نشست قبلی خود به دلیل اختلاف هواداران و مخالفان گروه حزب‌الله نتوانسته موفق به تعیین رئیس جمهوری شود.